بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، برادرای محترم، موضوعی را که امروز ما و شما شروع میکنیم به ادامه درس های گذشته، بخش آپریشن ماستر روز یا بخش آپریشن ماستر است که یکی از موضوعات بسیار مهم است که ما و شما در ادیشنل دومین با این آپشن ها روبرو شدیم، اما عمیقا ما و شما نمیفهمیم که کار و وظیفه از اینا چی است. پس خوب است ما بشناسیم شانه، و چون زمانی که ما و شما عملیه های دیلیگیشن انجام میتیم و یا ای که صلاحیت ها را از یک دومین به دومین دیگه انتقال میتیم، داشتن معلومات راجع به اینا ضروری است. سعی کنین برادرای محترم، آپریشن ماستر رول، آپریشن برای شما معلوم است که آپریشن کسایی که برادرای محترم عملیات انجام میدهند، عملیات دهنده یا کسی که فرض مثال یعنی پوره فرض مثال اینمی در همه بخش ها که ما شما متوجه شدیم عملیات هست. مثلا فرض مثال یک قوای فورس میره بعد یک ولایت افغانستان و عملیات انجام میده، و در او عملیات طبعا رئیس هم معلوم هم، معاونش هم معلوم هست، کلش معلوم هست، هر کس بمون و به خود کار خود انجام میده. و در دومینا هم برادرای محترم ما شما بعضی از صلاحیت ها و بعضی از وظایف است که به بعضی ها تعلق میگیره، به بعضی ها سپورته میشه، و به بعضی دومین ها ما و شما ایره خود ما انتقال میتیم که این وظایف کلش تعلق به آپریشن ماستر رولز میشن. که آپریشن ماستر رول میگه اکتیو دایرکتوری سپورت ملتی ماستر رپلیکیشن آف اکتیو دایرکتوری دیتابیس بیتوین آل دومین کنترولرز اند دومین. اکتیو دایرکتوری در حقیقت برادرای عزیز یکی از دایرکتوری های است و یکی از البته با حساب سرویس است که ملتی ماستر اپلیکیشن، یعنی چندین برادرای محترم با حساب آپریشن ماستر یا چندین ماستر یا چندین عملیات کننده یا چندین اجرایه میداند داشته باشه یک دانه، و بین از اینا ما میتونیم یک محیط خوب رپلیکیشن چی کنیم یا داده گرفت ایجاد کنیم. Meg all domain controllers are considered as a pair of each other. Some changes are impractical to perform in multi-master fashion, so one or more domain controller can be assigned to perform operations that are single master not permitted to occur at different place in a network at the same time. Thank you, brother. I'm going to give you an example. در دومین زمانی که ما شما یک محیط فورست ایجاد میکنیم، در این محیط فورست ما شما مثلا یک دومین کنترلر یا پی دی سی یا پرایمری دومین کنترلر می داشته باشیم که را گلوبال کتالاگ سرور هم میگن. در پولیش ما یک ادیشنال جور میکنیم، دو ادیشنال جور میکنیم، سه ادیشنال جور میکنیم، و بعدا برادر عزیز چایلد دومین ایجاد میکنیم و میتونیم که یک سپریت بمی اساس یک دومین دیگه ایجاد کنیم. اما سعی کنین امی چیزهایی را که ما برای شما نام گرفتیم هر کدام از یک صلاحیت است. گلوبال کتالاگ ای خودش یک صلاحیت است، یک رول است که یک سرور می داشته باشه. صحیح است نه که ما زمان که اکتیو دایرکتوری بر اولین بار انستال می کنیم در کدام کامپیوتر او بای دیفالت گلوبال کتالاگ سرور می باشه و این صلاحیت برش می باشه و این رول بای دیفالت می داشته باشه. و بعد از اینکه برادران محترم ما و شما مکمل یک دومین یا یک فرض مثال محیط به حساب سرور ایجاد میکنیم، خب طبعا معاونین و چایلد دومین و فرض مثال امثال از در اینجا برادرای محترم در دومین چندین رول است که یک سرور باید داشته باشه. یکی گلوبال کتالاگ سرور رول است، یکی رد ماستر است، و یکی پی دی سی امیلیتور است، یکی انفراستراکچر است. صحیح است ان شاء الله. و اینا رول هایی که یک دومین داشته باشه. شما زمانی که برای اولین بار فورست ایجاد میکنین اینمی چیزهایی را که نام گرفتین کل از این در یک دومین چی میشه؟ بای دیفالت تنظیم میشه، بای دیفالت کل اینمی صلاحیت ها، کل اینمی آپریشن ماستر ها کلش در یک سرور، در یک دومین، در دومین اول که شما ایجاد میکنین ای چی میشه؟ آماده و تیار و تنظیم میشه. اما هر صلاحیت، هر کدام را که من نام گرفتم، هر کدام از یک وظیفه خاص انجام میده، هر کدام از یک آپریشن رول است، هر کدام از این برادر محترم یک وظیفه است که یک دومین انجام میده. اینا رو بلمون ما و شما میخوانیم. میگه این انی اکتیو دایرکتوری فورس 5 آپریشن ماستر رولز ماست بی اساین تو وان اور مور دومین کنترلر، تو رولز آر فورست واید اند 3 رولز آر
domain wide. در هر اکتیو دایرکتوری یا هر دومین را که شما انستال میکنین، هر سرور را که شما کرییت میکنین، در او پنج رول اساسی بای دیفالت ایجاد میشه. چند؟ پنج رول اساسی ایجاد میشه که دوی از این تعلق به بخش فورست میگیره، به محیط فورست، و سه از این به چی برادرای محترم تعلق میگیره؟ به بخش البته تری رولز، که یعنی زمانی که ما و شما دومین واید ایجاد میکنیم یا دومینا را دوام فرض مثال انکشاف میده، مثل چایل دومین که ما ایجاد میکنیم، مثل ادیشنال دومین بر اونا. سعی کنید در اینجا کاتگورایز کرده که 5 اپریشن ماستر رول ماست بی اساین تو وان اور مور دومین کرده. این 5 صلاحیت شما به یک دومین هم داده میتونین و 5 صلاحیت شما میتونین که به چندین دومین هم تقسیم کنین. مثلا ما یک مثال بیتم باز میریم ایره به شکل انکشاف یافته میخوانیم. مثلا من خودم ترینر هستم در اینجا، من فرض مثال هم تدریس میکنم، هم مواد جور میکنم، فرض مثال هم لبار تنظیم میسازم، هم فرض مثال انستالیشن میکنم، یعنی کل همی کار از این تدریس از این سنف به دوش ما هست. اینال زمانی که ما بخوایم اینمی صلاحیت ها را تقسیم کنم، مثلا میگم من تنها تدریس میکنم، صلاحیت انستالیشن برای آقای فرض مثال نجبودین میتیم، فرض مثال بخش کنفیگر نمودن فرض مثال یا تنظیم نمودن مواد و پرزنتیشن ها را برای آقای احمد زای میتیم، میگم تو برادر محترم این وظیفه را بگی، و مثلا دیگه صلاحیت با دیگه برادر میتیم. اینان صلاحیت تقسیم شد، من خودم تدریس میکنم، ای بیادر انستالیشن میکنه، او بیادر مواد تنظیم میکنه، او دیگه بیادر اقن لب تنظیم میسازه. اینال پس در اینجا چی شد؟ صلاحیت ها تقسیم شد. اینال هر کس صلاحیت خود به عهده خود، اگر ما پس کلش برای خود بگیرم، پس کل صلاحیت ها متعلق به یکی شد. زمانی که شما برای اولین بار دومین نام اینجا ایجاد میکنین، اکتیو دایرکتوری اینستال میکنین، اینمی صلاحیت ها کلش در یک سرور در یک دومین میباشه، و ایره شما میتونین که چی کنین؟ به حساب تقسیم کنین. بلموم از نگاه رولز، از نگاه فرض مثال آپریشن، خود آپریشن ماستر به دو بخش تقسیم شده، یعنی آپریشن ماستر رولا به چند بخش تقسیم شده؟ به دو بخش. یکی فورست واید آپریشن ماستر میگنش که شامل دو رول میشه، که اسکیما ماستر و دومین نیمینگ ماستر میشه. صحیح است نه انشاءالا؟ و دیگه شه تری یا دومین واید رولز میگن، صحیح است نه؟ که دهی باز ما و شما به نام دومین واید رول داریم، که دهی باز سه صلاحیت داریم. یکی ریلیتیو ایدنتیفایر یا آر آی دی یا رد ماستر برش میگن. دومش از پرایمری دومین کنترلر یا پی دی سی امیلیتور است، و سیمش انفراستراکچر است. اینی سه صلاحیت است. سه صلاحیت شامل دومین واید رول میشه و دو صلاحیت شامل فورست واید رول میشه که اسکیما ماستر رول است و این حالا فرق بین از این رولا چی هست برادرهای محترم و شما خود ما میخوانیمش. اما ما برای شما میگم فورست واید آپریشن ماستر چرا میگن؟ فورست واید آپریشن ماستر دو ماستر رول به عهده داره، یکی اسکیما ماستر و یکی هم دومین نیمینگ ماستر. اسکیما ماستر و دومین نیمینگ ماستر چی را میگه برادرهای محترم؟ این دو صلاحیت است که برای اولین بار کدام دومین را که شما ایجاد میکنین من حیث کنترلر اولی، این دو صلاحیت باید در فورست باشد، در اونمود دیزی باشد. گرفتین گفا؟ در بیشاری جای هم اینا در آینده شما برین باز با خود پرکتس کنین، حتما به این جنجال ها روبرو میشین، که یکی از این جنجال هایش کمیست که ما شما چایل دومین جور کردیم، چایل دومین ما کنتک نمیکنه، که ایرام انشاءالله بعد از خواندن از این مشکل حل میشه. سعی کنین شما برای شما همیشه کد ایرور می یا فرزمسار براتون ایرور می ده که اسکیما ماستر cannot find یا cannot replicate. در بعضی اوقات که شما دومین ها را جور میکنین، چایل دومین جور میکنین، ادیشنال دومین جور میکنین، یا بعضی اوقات میگه دومین نیمینگ ماستر is not contacted، یا فرزمسار یا یک آپشن می ده که شما یعنی ایرور براتون می ده. اسکیما ماستر در حقیقت عبارت از او ماستر رول است، یا او کسی است، یا او رول را به عهده داره که تمام استرکچر اکتیو دایرکتوری، تمام برادرای محترم و یعنی تمام ساختمان اکتیو دایرکتوری از قبیل یوزرها، آبجکتها، گروپها، هر آن چیزی را که برادرای محترم و شما ایجاد میکنیم، ای زیر یک
اسکیما زیر یک استراکچری چی میشه؟ استور میشه. این ساختار اکتیو دایرکتوریس. اسکیما ماستر تمام ساختار اکتیو دایرکتوری و داخل خود چی میکنه؟ استور میکنه، ثبت میکنه. که میخوانیمش. و دومین نیمینگ ماستر هم یکی از البته صلاحیت ها یا یکی از رول های است یا یکی از آپریشن رول فورست واید رول است که در حقیقت وظیفه از این چی است برادر دومین نیمینگ ماستر که در حقیقت از جمع‌آوری تمام نیم در دومین ما چقدر نیمایی که ایجاد میشه از سرور ما پرایمری دومین ما شروع شده تا چایلد دومین و ادیشنال دومین اینا کلشان به اساس یک نیم راجستر میشه. کل جوابگو دومین نیمینگ ماستر است و این کلش اینمی بخش ما شما ای را الوکیت میکنه. مثلا من روز برای شما کار کردم که گفتم نه تا زمانی که ناما ویریفای نشن نام مثلا مزار دی سی تو داد مزار داد ام سی آی تی پی داد ایدیو اینی خودش یک کمپلیت کامپیوتر نیم است و در اینجا دومین نیم ما فرض مثال مزار داد ام سی آی تی پی داد ایدیو است که کل ویریفیکیشن از دومین نیمینگ ماستر میشه. بعضی اوقات که شما به می ایرور روبرو شدین بفهمین که در دومین نیمینگ ماستر شما چیز پرابلم است او را برین مستقیم چک کنین در کدام جای دیگه نره. میایم یک تشریح از این را میخوانیم که چی میگن. میگه this rule must be unique in the forest. This means that throughout the entire forest there can be only one schema master and one domain naming master. شما در کل محیطتان یک دانه اسکیما ماستر می داشته باشین و یک دانه دومین نیمینگ ماستر می داشتین. این دو نمیشه. اسکیما هم دو نمیشه و دومین نیمینگ ماسترتان هم دو نمیشه. یعنی ایتور دو سرور شما نمیتونین دیده که اردوش اسکیما ماستر باشه در یک محیط. ایتور دو سرور شما دیده نمیتونین که اردوش دومین نیمینگ ماستر باشه در یک محیط. نه. در کل محیطتان فقط یک دومین نیمینگ ماستر و یک اسکیما ماستر. چرا که اردوی از این معلومات کل شبکه تو را معلومات کل شهرک تو را معلومات کل دومینای تو که از پرایمری شروع شده که تا هر قدر انکشاف بتی مزار هرات کابل قندوز هر ولایت هم بری دومین چال دومین کلش ده نمی جای ثبت میشه. نیاز نداره که شما برای کدام دیگه جور کنین دیگه اسکیما ماستر داشته باشه. اما این سه رول دیگه را که باز ما شما میخوانیم رد ماستر و پیریسی و میلیتور انفراستراکچر ها اینا باز میتونه که مالتیپل هم باشه. چی باشه؟ مالتیپل هم باشه مشکل نیست. چی میگه؟ میگه this means that throughout the entire forest there can be only one schema master and one domain naming master. این را فهمیده. میم schema master رو چی را میگه؟ میگه the domain controller assign the schema master role controls all updates and modifications to the schema to update the schema of a forest. You must have access to the schema master. گرفتین گپا؟ میگه the domain controller assign the schema master role controls all updates modification to the schema. هر نوع تغییرات، هر نوع تعاملات، هر نوع مودیفیکیشن، هر نوع معرفی، هر نوع معلومات جدیدی که در محیط دومین ما با مجرد که اپدیت میشه اسکیما ماستر او را چی میکنه؟ پیش خود او را ثبت میکنه. پیش خود زمان تا زمان اسکیما ماستر این ثبت راجستر نشه پورا دومین او را نمیشناسه. اینمیال او چایل دومین ما را کسی نمیشناسه. یوزرش را کسی نمیشناسه به خاطر از اینکه این انفورمیشن از این در فرض مثال اسکیما ماستر ما چی نشده؟ لود نشده. ثبت نشده. این جمع‌آوری تمام انفورمیشن های جدیده که فرض مثال در شبکه ما اپدیت میشه کلش اسکیما ماستر چی میکنه؟ ثبت میکنه. تو اپدیت در اسکیما آف فورست یو مست هاف اکسس تو در اسکیما ماستر. زمانی که شما میخواین که فرض مثال همی ساختمان و همی استراکچر رو مکمل اپدیت بسازین شما باید که با اسکیما ماستر دسترسی داشته باشین یا دیده باشین. آیا تا هنوز اسکیما ماستر شما در دومینتان فعال کردین، دیدین، کار کردین؟ نکردین، نه؟ همین صفحه که وقتی کارگی جور میکنیم خواهیم باید بخش کردن اسکیما ماستر باشیم. در کجا که جور میکنیم آفرین؟ وقتی که یوزر جور میکنیم، نامش هم میتیم و منیشل و لاست نیم و اینجا پایش کنم و باید اسکیما ماستر. آفرین، آفرین، آه، بلکل. موضوع در اینجا چی هست؟ موضوع در اینجا ای است برادرای محترم اینمی انفارمیشنه که مثلا ما شما برای یک یوزر میتیم یوزر نیم
فرض مثال تایتل یا فرض مثال فادر فول نیم یا فرض مثال لاست نیم یا امی مکمل انفارمیشن که ما شما میتیم این کل از برادرای محترم زیر یک ساختمان زیر یک استرکچر در کجا در اسکیما و ماستر ثبت میشه اگر برادر ما بالکل درست است خود اسکیما کارش اینمی است و یا ای که شما زمانی که به یک آبجکت اکتیو دایرکت پری میرین مثلا سر یک یوزر راست کلیک میکنین در پراپرتیزش میرین در پراپرتیز چه مشخصات را که شما میبینین اینا کلش برادرای محترم تعلق به می اسکیما ماستر میگیره که پورا استراکچر دومین تا پورا استراکچر اکتیو دایرکت دیجی چی بشه برادرای محترم اپدیت میشه استور میشه ساب میشه و حتی اگر خواسته باشیم که ما و شما در بعضی از ابجکت ها یا در بعضی از چیزا در بخش بسیار عمیقش تغییرات بیاریم از اینجا میتونیم این مثل یک رجیستری بار یک چیز است مثل یک رجیستری بر اکتیو دایرکتری میتونیم بگیم که یک رجیستری است رجیستری را خونچه حالا معلومات شد دارید صحیح است نینچه حالا و دومین نیمینگ ماستر رول برادرای محترم دومین نیمینگ ماستر رول در دومین کنترولر هولدنگ در دومین Naming master role controls the addition or removal of domains in a forest. This is like the register of the forest. You cannot add or remove domains if this role is unavailable. این مثل یک رجیستر مثل که شما فرض مثال در یک جای میرین ادمیشن میکنین شما را رجیستر میکنه رجیستر میکنه یعنی برادر نو آمد یعنی برادر در فلانی بخش آمد به شکل یک راجستر میشن در این محیط فرض مثال که میجه هستین در امریکن یونیورسیتی شما جمعانو که میان بیاده راجستر میشن که اینی برتان آیدی جور میشه اونم خودش میگه دومین نیمینگ ماستر رول هم در حقیقت یکی از کارهای اساسی و وظیفه ازی که در پاری فرض مثال در دومین کنترول هولدنگ در دومین نیمینگ ماستر رول کنترولز در ادیشن او ریموول آف دومینز این فورست هر دومینی که حد میشه وار دومینه که پاس ریموو میشه این کلش به می دیتابیس تعلق داره که دیجی استور میشه با مجرد که انفورمیشن جدید هم دیجی حد میشه این پیش خود افزود میکنه که فلانی دومین با ما نو پیوست یک کلاینت هم راجستر میشه فلانی کلاینت با ما راجستر شد فرض مثال منظورم از این است که هر دومین جدیدی که در محیط ما حد میشه و هر دومینه که از ما و شما پاس ما و شما او را ریموو میکنیم انفورمیشن از این دیجی برادران محترم راجستر رو پس چی میشه؟ کلین میشه یعنی موضوع در اینجا ای است که اینجا رستور میکنه که فلانی دومین نیمینگ با ما آمد فلانی دومین نیمینگ از ما و شما چی شد؟ یا از محیط ما و شما فرض مثال ریموف شد یا الیمینیت شد صحیح است نیچه حالا میگه this is the like register of the forest you cannot add or remove domains if this role is unavailable اگر این رول نباشه شما نه دومین اد میتونی نه ریموف کردن هر قدر دومین جدیدی که ما اد میکنیم زیر دومین نیمینگ ماستر رول چی میشه برادر عزیز راجستر میشه افزود میشه مثلا یک مثالشه ما در اینجا برای شما میتیم در زمانی که شما با اکتیو ببخشید ما باید ریموو دسکتاپ کنیم داخل سرور اول میشیم وصل میشیم پاسورد دومین هم میتیم سعی کنیم برادرهای محترم زمانی که شما به خود چی بیاین به دومینتان به Start Administrative Tools Domain Interest این اینجا ما شما یک آپشن داریم زمانی که دیجا بیاین سعی کنیم هر قدر دومین های جدیدی که برای ما شما عد میشه یعنی موضوع در اینجا ای است که در دومین The Active Directory Domain and Trust سعی کنیم برادر محترم هر قدر که ما انکشاف بدیم ده دانت چایلد دومین داشته باشیم یا فرض مثال دومین های مختلف دیگه داشته باشیم کلش دیجه چی میشه؟ استور میشه این یک نمونه واره یک چیز یک مثل مثال واره است که به این رقم دومین های جدیده که مثلا ما شما عد میکنیم اینجا عد میشه و به این رقم عد کرده بریم عد میشه زمانی که ما شما ریموو میکنیم پس ریموو یک مثال شیست مثال دومش سایت این سرویس است شما زمانی که در بخش سایت این سرویسز بیاین برادرای محترم در اینجا مجموعه از هر قدر دومینایی که ما شما داشته باشیم کلش برای ما شما چی میکنه نشان میده این سرور
در اینجا ما شما هر قدر دومین مثلا دی سی 2 است، ام سی تی پی سرور اول است و اگر یادتان باشه دی سی 1 هم بود که ما شما اون اڈیشنل و اینجا اگر چایلد دومین باشه، اڈیشنل دومین باشه، 3 دومین باشه، هر رقم دومینی که باشه در بخش سایت این سرویسز دیگه چی شده میره؟ افزود شده میره، آمده میره و ما شما چی کرده میتونیم؟ کنترل دیده میتونیم میشه برادرهای محترم. یعنی دومین هایی که ادام میشه دیگه برادرهای محترم در دیتابیس های در دو دیتابیس هم در دومین نیمینگ ماست، در دومین این تراست و همچنان در سایت این سرویسز چی میشه برادرهای محترم؟ استور میشه. پس این دو رول فقط باید با چی باشه؟ برای دومین مرکزی ما و شما یا هر دومینی که مرکز می باشه این دو صلاحیت باید داشته باشه، اسکیما ماستر رول و دومین نیمینگ ماستر رول. سوال باشه دیگه؟ یک سوال که اینجا گفتن که به حسابی دوپلیکیت یا دو نزدیک شدن هم نه موتور اون وقتی که اگر ما ادیشنال جور کردیم سرور داون هم بود، سر از اون کلاینت کار میکرد. نه 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 موضوع را خودت نگرفتی. دو یعنی دوپلیکیت چی بودن نمیتونه، یعنی کسی که اسکیما ماستر شد و کسی که دومین نیمینگ ماستر رول شد، یعنی یک دومین هم صلاحیت دومین نیمینگ ماستر رول برش میتم و همچنان اسکیما ماستر رول همی صلاحیت برش دادم که بی تو هستی. من نمیتم این دو صلاحیت باید منتم بای دیفالت میگیرم، مثلا من میگم که دادم دیگه پی سی یا دیگه دومین باز من نمیتونم که اینمی صلاحیت ها را ایکوالی برزو هم بتم. یعنی در یک محیط ما فقط یک دومین کنترلر میتونه که همی صلاحیت اسکیما ماستر و دومین نیمینگ ماستر رول داشته باشه. گرفتی موضوع را؟ از اون لحاظ یعنی این معنا نداره که مثلا که شما دومین سر دومین نیست، چرا که بخاطر یعنی منظور عزیز که یعنی راجستر باید یک نفر بکنه، اگر دو نفر شد یا من راجستر میکنم تو هم راجستر میکنی، اینی جا باز بیادر محترم چی میشه؟ کانفلیکشن به وجود میشه، جنجال جور میشه. ما اگر امید می زندگی ها و شما در این پنتون هم رسپشن یک دانه است، اگر دو تا رسپشن جور کنیم برادرای محترم و با کل چیز جدا جدا هر چیز جدا باشه، حتما یک کانفلیکشن به وجود میاد. یک شاگرد میگه خود راجستر میکنه، فرض مثال دوجا کرم بیادر میگه من فرض مثال یام میتونه که هر رقم تقلب بکنه فرض مثال، یا موضوعی اینالی اسکیما ماستر و دومین نیمینگ ماستر که از معلومات عمومی کل شبکه در دو بخش ثبت میشه، از اون خاطری باید یکی باشه. اگر دو تا شد او میگه پیشیتوس او میگه پیشیتوس، این همیشه که باز دومین باز کار نمیکنه. از اون لحاظ ایجاد همین قانون نیست که شما دو ماستر رول داشته اسکیما ماستر رول داشته باشین یا دومین نیمینگ ماستر رول داشته باشین. انشاءالله موضوع حل شد. این سیناره را که بخواهیم بیخی او را باز میفهمیم دو تا که کارش چیز بخش دومین ما اینا او بخش فورست بود، او در بخش فورست بود. نه زمانی که برای اولین بار ما شما فورست ایجاد میکنیم او دور او درول شامل فورست میشد. در بخش دومین واید رول ما شما سه رول داریم. دومین واید آپریشن ماستر رول، ریلیتیف آیدنتیفایر یا آر آی دی اور ریلیتیف آی دی ماستر، پرایمری دومین کنترلر یا پی دی سی، امیلیتور انفراستراکچر. چی میگه؟ میگه سایکن اینجا خودش میگه دیز رول ماست بی یونیک ان ایچ دومین. This means that each domain in a forest can have only one red master, PDC emulator infrastructure. ای دا بین دومین ها یکی باشه، اما این مانا نداره که در کل محیطت باید یک دانه دومین واید آپریشن ماستر رول ما شما داشته باشیم. نه. چی میگه ایجا؟ خوب موضوع رو بتاره. میگه this role must be unique. این رول هم باید یکی باشه. In each domain, در هر دومین. This means that each domain in a forest, خوب متوجه باشین، each domain in a forest can have only one red master PDC emulator and infrastructure. موضوع را گرفتین؟ هر یک دومین ما، هر یک دومین مثلا آفرین، هر یک دومین ما مثلا یک دومین جور میکنم به نام MCITP دادی دیو، اینمی دومین ما باید یک PDC emulator، یک infrastructure، یک red master داشته باشه. باز ما در پولیش یک دومین دیگه جور میکنم به نام فرض مثال ccna.edu، این دومین ما باید یک pdc emulator، یک infrastructure، یک red master داره. باز ما یک دومین دیگه جور میکنم به نام kabel.com، این دومین ما به شکل اندیویدوال میشه. اینا دومین ها کلش زیر یک فورست نه. گرفتین گپا؟ بیا یکی را ما در چی براتان در سیناریو کار میکنم براتان خوب بفهمید. مهم است، این را باید بفهمید. خوب متوجه باشین. خب
در این بخش انشاءالله میفهمین موضوع را. فورست مدارم اینی یک فورست ما و شماست. خب ما یک فورست ایجاد میکنم، یک دومین وی را نام میتم، فرض مثال دومین مرکزی ماست فورست، صحیح است نه؟ فورست ما و این مکمل فرض مثال محیط ما و شماست که یعنی اولین دومین کنترلر است و اولین دومین است که ما و شما مین دومین میگیمش یا مین دی سی، صحیح است نه؟ دومین کنترلر ما و شما جور کردیم. سویچ فیزیکال میدیا شما برتان نمیکشه، ما از اگزمپل ما برای شما میگیم، صحیح است نه؟ انشاءالله این دومین اولی است که ما برازی دو روله دادیم، چند روله؟ دو صلاحیت برازی مشخص شده. خب متوجه باشین. خب این شد چی؟ فرض مثال آفرین اسکیما ماستر و دیگهش دومین نیمینگ ماستر، این مشخص شد نه؟ ما امیره انکشاف میتم این فورست خود، دمی فورست چندین دومین دیگه ما ایجاد میکنم. خوب متوجه باشه که هر کدامش بزاد خود یک دومین است. گرفتیم موضوع را؟ مثلا یک دومین ما ایجا ایجاد میکنم، یک دومین ایجا ایجاد میکنم و یک دومین هم ایجا ایجاد میکنم. خوب متوجه باشه و هر کدام از یک دومین جدا است. گرفتین موضوع را؟ اولین دومین ما ایجاد میشه یا اولین فورست، ما فورست خودم مکمل جور میکنم زیر نام، فرض مثال مکمل ما فورست خود ایجاد میکنم زیر فرض مثال کابل بانک، مثال کابل بانک ما برای شما میتونم کابل بانک دات اف، دومین ما از کابل بانک دات اف. خوب متوجه باشین مرکزیت، صحیح است نه؟ انشاءالله زیر کابل بانک داده ایف برادرهای محترم ای سایت فرض مثال مزار است، ای سایت هرات است، صحیح است نه انشاءالله. و اینی برادرهای محترم چی است؟ ای علایده یک دومین سپریت است. خب متوجه باشیم یا میتونیم ارسی از زیر سپریت بگیریم. اگر ما یک چایل دومین میتونم برای کابل بانک مثلا میگم ای از سایت مزار دات کابل بانک داده ایف، ای سایت مزار کابل بانک شد، صحیح است نه انشاءالله. ما یک تری برازی جور میکنم امرای کابل بانک، یک تری جور میکنم زیر نام کابل بانک تو داده اف. گرفتین گپا؟ یک تری جور کردم به این نام و یک تری دیگه ایجاد میکنم مثلا کابل بانک دات تری دات اف. خوب متوجه باشه باز اینا هم از خود چایلد دومین دارن. خوب متوجه باشه حال موضوع معلوم میشه، حل میشه مرتب. اینا له برادرای محترم ایا میای چی؟ ایا میای مثلا این سایت هرات کابل بانک دو است، هرات دات کابل بانک دو داده اف. موضوع را گرفتین؟ و با می رقم ای می آیه فرض مثال کندوز داد چی؟ کابل بانک تری داد ایف. خب متوجه باشین اینا را. ما و شما یک فورست داریم در اینجا، صحیح است نه انشاءالله؟ یک فورست داریم او چی از برادرهای محترم؟ ای که کابل بانک داد ایف مرکزی است. که در این فورست برادرهای محترم ما و شما یک دانه چایلد دومین داریم که او از مزار داد چی برادرهای محترم؟ داده ایف، صحیح است نه انشاءالله. ما امرای کابل بانک داده ایف تو دو سایت دیگه جور کنیم زیر یک فورست اما دومین جدا، زیر یک فورست اما دومین جدا. موضوع را گرفتین یا نه؟ زیر یک فورست دومین جدا یا نه؟ میتونه که کابل بانک 3 با کابل بانک 2 با کابل بانک اول یوزرهاش با هم رپلیکیت کنه، یوزرهاش با هم سند ریسیو کنه، یوزرهاش با هم شیرینگ کنه، میتونه با هم ترانسلیشن فورست، معنایش این معنا که اینا میتونه. اما
اینمی پالیسی فورست که دیجا جور شد برای کابل بانگ اول هم، برای کابل بانگ دوم هم، برای کابل بانگ سیم هم یکسان است. نمیتونه که اینمی اسکیما ماستر ما بیاییم به کابل بانگ دو علایده و کابل بانگ سه علایده ما برش ماستر اسکیما ماستر و دومین نیمینگ ماستر رول ما نمیتونم جدا برش یا جور کنم. گرفتین گفت؟ اما کابل بانگ اول میتونه که برای خود چی داشته باشه؟ جدا چی داشته باشه؟ این فرستراکچر داشته باشه، اما شارکت چنوشته میکنیم رد ماستر داشته باشه و پی دی سی اومیلیتور داشته باشه. و اینمی پالیسی را کیا میتونه داشته باشه؟ اینمی قانون دومین چی ما برادرهای محترم؟ کابل ای با ای کابل بانگ دوم هم و کابل بانگ سوم هم هر کدامش در محیط خود به خود داره. گرفتین گفت؟ یعنی میتونه کابل بانگ اول ما انفراستراکچرش از خودش هست، رد ماستر، پی دی سی اومیلیتورش. و اما در این حال من نمیتونم در کابل بانگ اول دیجا یک پی سی را صلاحیت انفراستراکچر رد ماستر و پی دی سی اومیلیتور دادم، یک دومین دیگر هم جور کنم اینمی سی صلاحیت به اون. نه، در یک دومین شما نمیتونین که اینمی دو دانه چی داشته باشین؟ دو انفراستراکچر ماستر، رد ماستر و پی دی سی اومیلیتور داشته باشین. تقسیم میتونین، احترام میتونین. بیاین که من یک موضوع دیگر نظر به سوال بیادر گفتم. ما میتونم عرضه صلاحیت به چی بتم؟ عرضه صلاحیت به یکی بتم. اما ما میتونم که در کابل بانک اول ما فعلا یک دومین دارم، نه یک چایل دومین دارم، یا میتونم سه دانه ادیشنال جور کنم جدا جدا. بر کدامش ما میتونم یا دو دانه جور کنم. انفراستراکچر و رد ماستر را به یکیش میتم، پی دی سی اومیلیتور را به دیگیش میتم. ما میتونم که هر صلاحیت را تقسیم هم کنم، بر دومین یک صلاحیت بتم. هیچ مشکلی نیست. ای یا از سپر دومین این سیم فورست کار میکنه، یا از سپر دومین این سیم فورست کار میکنه. ای یک محیط تری میگنیده، تری انوایرمنت. چی میگنیده؟ تری دومین نامش شنیده؟ نه، فورست خواندین، ادیشنال خواندین، چایلد دومین خواندین، یک دومین دیگه هم داره به نام تری. تری دومین هستی برادر. تری دومین بین چایلد دومین هم، چندین چایلد دومین هم که داشته باشیم یک تری به وجود میاد و این خودش یک استرکچر تری است. چی را؟ لایف چی مانا؟ لایف خوی نمی کار است، صحیح است. نه چون خوی نمی حالا موشو محترم، موضوع را شما ایجا ببینین، صحیح است. نه حالا ما و شما تا حد کار کردیم همی سیناریو را، ایطور نمیشه که ما و شما کل این سیناریو کلش در یک ماه خلاص نمیشه که مثلا اگر ما و شما عملیش شروع کنیم. هر کدام از این یک درس است. اما موضوع را ببینین، ما و شما بلدپ تا هنوز کردیم، بلدپ تا هنوز کردیم، دیگه پیپرهای اکتیو دایرکتری هم بخواین بازی نمی سیناریو را مکمل خودتان میتونین جور کنین. اما ما قدم به قدم میره کمپلیت میکنیم. مثلا یک نفر میخواد که همین 14 منزله را آباد کنه، نه اینطور خو نمیشه که مکمل بیادر محترم 14 منزله را دیگه در یک روز بیادر بیا که ما آبادش کنیم. نه، خود دو ماه اول دو منزل اولش جور میکنه، دو ماه دوم دو منزل دومش، دو ماه سوم سه منزل دیگه شه. اینال ما اینمی استراکچر تا کجا بیلد کردیم، اینال ما براتون میگم. شما فورس جور کردین یا نه؟ بگوین بله. جور کردیم یا نه؟ بله. ده فورست ما یک چایلد دومین جور کردیم؟ بله. یک ادیشنال جور کردیم؟ بله. صحیح است نه؟ اینال اینمی درس ما به اینمی تعلق میگیره. اینال شما همی کار کردین، آفرین که کردین. اینال شما خب باید بشناسین که آپریشن ماستر ها چی است. به خاطر بلد نمودن اینمی قسم یک استرکچر تو باید درس امروز را بفهمی. گرفتی گپ نه؟ انفراستراکچر اینمی چیزا را باید بفهمی که بازینا. اینال بخیر مکمل گپا را که خواندین، باز ما و شما میریم تری دومین هم کار میگیم. چطور یک جدا تری جور کنیم بازور علایده، بازیم به مرور زمان باز ما و شما ایره بلد میکنیم. یک جای نمیشه، یک جای ها وقت میشه که مکمل دیم سایت پیره بخیر خلاص کردین، باز یک روز خودتان بیشیدین با اصاب آرام رو باز درست کردین، در سه روز کردین، در چهار روز کردین، بیادر یک دومین فورس جور میکنی با میرقم سپریت دومین ها ادیشنال چایل دومین دیگه. این حال هر دومین را که ما خواسته خانده میشه عملی کارش کردیم، نه اطور نشده که کدام. این حال ای ساختمان ساختمانش که پوره ده اینمی مکمل ده اینمی
شش هفت ماهی که شما امسی آی تی پی را میخوانین، این ساختمان را شما میخوانین کام. اینا حالا سعی کنه نه خوب گپ است. ما این دومین هم چایل دومین داشت، ما اینجا یک ادیشنل دومین هم برازی جور کردیم. نه ما این را کش میکنم ایسو و ادیشنل دومین، اینی را فکر کنین که بیادر ادیشنل دومین ازی هست. گرفتین گپ ها؟ و اینمی استرکچر بار کدام ازی کار میشه. گفتم چیزی که در فورست انجام میده کنترول سی کنترول وی، اینمی استرکچر تو باید برزی هم انجام بدی. ایمیجا میگیریمش خیلی سعیش ای عزیز شد فرض مثال، و امی استرکچر باید به ای هم انجام بدی. مکشون اینی اساس اینی ادیشنال ازی شد، ای ادیشنال ازی شد و ای ادیشنال ازی شد. سبا روز ای اگه آف شد ای را بجایش قرار میتیم، سبا روز ای اگه آف شد ای را بجایش قرار میتیم، سبا روز ای اگه آف شد ای را بجایش قرار میتیم. گرفتی موضوع را؟ چون ادیشنال دومین شما خواندین و چطور هم ای را هم کار کردین که چطور یک دومین داون شد دیگر بجایش قرار میتیم. این کلی چیز انشاءالله خواندگی است، فقط یک تمرکز که خودتان بکنین دیگر هیچ مشکل نیست. اینال موضوع در اینجا چی بود؟ موضوع برادرای عزیز سرمی رولای بود که ما و شما گفتیم، صحیح است نه؟ کدام پیپر است؟ 640. پس اینال ما و شما گفتیم که این رولا به این اساس است که باید در یک دومین یونیک باشه، اما در هر دومین میتونه از خود یک چی داشته باشه؟ یک پی دی سیمولیتر، انفراستراکچر و رد ماستر. بیان که بخوانیم هر رول از ایره که چی کار میکنه. رد ماستر رو اینی ها رو باید بفهمی که باز تو همون ساختمان رو جور کنیم، صحیح است. این موضوعات اگه ما شما نفهمیم بریم جور کنیم باز این مانا نداشت. مگه در دومین کنترولر اصلاین در رد ماستر رول allocates sequences of relative IDs to the each of the various domain controller and its domain. یکی از وظایف و یکی از کارهای اساسی رد ماستر ایجاد امانگی، ایجاد برابری بین چی برادرای محترم دومینا است یک، و دوم این یک زمینه ازیر ایجاد میکنه که به هر آبجکت ما یک آیدی میده، به هر آبجکت ما در یک دومین یک آیدی میده که توسط او آیدی یک آبجکت نسبت به آبجکت دیگه چی میشه؟ تفکیک میشه. آبجکت چی را میگه؟ یوزر گروپ او یورا فرض مثال و غیره. اینی موضوعات را که ما شما خواندیم نه، یوزر جور کردن فرض مثال اوی جور کردن، این یا خودش آبجکت گفته میشه. هر آبجکتی که در دومین جور میشه از خود یک چی میداشته باشه؟ یک آیدی. و او آیدی را کی میده؟ آر آیدی ماستر میده. گرفتین موضوع را؟ کسی که خوانده باشه او میفهمه که ما چی میگم. میگه whenever a domain controller creates a user, a group or computer object, it assigns the object a unique security ID. میگه زمانی که در دومین ما یک یوزر، یک گروپ، یک اویو جور میکنم، رد ماستر بر از او یک چی میته؟ یک سیکیورتی آیدی میته که او سیکیورتی آیدی یوزر نسبت به یوزر دیگه، گروپ نسبت به گروپ دیگه، اویو نسبت به اویوی دیگه تفکیک میکنه و دومین ها میشناسه که کی است. چی میگه؟ میگه در سیکیورتی آیدی consists of a domain security ID that is the same for all security IDs created in the domain and a relative ID that is unique for each ID. یک ID که برای یک یوزر داده میشه مشتمل از دو نمبر میباشه. یک نمبر یا یک ID از دومین میباشه، یک ID از خودش میباشه. ID دومین بین کل یوزرها شیر است، یک رقم است. ID خودش از هر کس IDش فرق میکنه. مثلا که برای شما ID کارت داده. و در آیدی کارت اگر متوجه باشین صفر صفر اول صفر صفر میداشت، مثلا شما الان نداره در بیچاری جای شما دیدین صفر صفر میداشته باشه، صفر 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 اونو که از برای کلتان یک رقم است، اما دیگه از صفر صفر این طرف و چی است برادر متنفر از اونو حساب ما میتونیم بگویم می صفر صفر دومین آیدی شد و ای از صفر صفر این طرف کدام آیدی را که برای شما داد او آیدی خودتان است که بدون خود او آیدی را به دیگه کس نمی. و در دومین هم اینم طور است که به هر یک یوزر یک آیدی چی میشه؟ داده میشه.
چی میگن؟ To move an object between domains using move tree. امو آپشن move کار کردیم براتون نه؟ در اویوک ما سمیر move کردیم در child domain. The Active Directory Object Manager, you must initiate the move on the domain controller acting as a RID master of the domain that currently contains the object. زمانی که میگه شما یک یوزر موو میکنین، زمانی که یک یوزر انتقال میتین، چونومی یوزر آیدنتیفای شده و مشخص شده و تنظیم شده از ار آبجکت. یعنی زمانی که شما امور تغییر میتین، فقط چی در اسکیما یا در ساختار دومین تغییراتی که میمیه که از یک آیدی کشیدیش در یک آیدی دیگه انداختیش، اونو مانا میتن. یعنی تو یک یوزر از یک آیدی میکشی در یک آیدی موف که میکنی از یک جا به جای دیگه، یعنی این ساختمان دومین پیش خود به شکل ثبت میکنه، مثل از این که مثل زبان کود واره به شکل کود کل چیز پیش ثبت است. صفر 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 صفر. اینه حالا که ما میال اسکیما ماستر را اگر براتون امیال واس کنم شما نمیفهمین که موضوع چی است، یعنی کلش زیر استرکچر چی چرا. به خاطر درس امروزی شما ما یک سپورتینگ البته پیج هم برای شما جور کردیم که فکر میکنم در روی دسکتاپ است. صحیح است نه؟ دران میریم، دران نوت پد اوپن میکنیم برادرای محترم. اسکریپت است، البته اسکریپت هایش که یا کود هایش که بلیمون ما شما کار میکنیم به نام FSMO کماند است، دبل کلیکش میکنیم. سعی کنیم برادرها، یک کماند است به نام rgsvr32 schmmg.dll که این مخفف چی است برادرهای محترم؟ مخفف اسکیما منیجمنت کنسول است که اسکیما را براتون واز میکنه. سعی کنیم اگر شما حالا برین به ببخشین به دومین میریم، دومین اول در اینجا بیاین برادرای عزیز، پاسوردش را تایپ کنین، بگو اسکیما ماستر را برای ما واز که آیا واز میکنه برای دیانه. مثلا میریم به ادمنستریتیف تولز، در اینجا آیا بنامه اسکیما ما و شما کدام چیزی داریم؟ نداریم نه؟ و یا در خود ADSIDID سعی کنین شما اگر داخل ازی بیاین ما و شما از اینجا کنک میشیم به دومین خود، سیم دومین امی دومین میگیم به امی دومین کنک شو. کلیک میکنیم، سعی کنیم دومین نیمینگ کانتکست را برای شما گرفت. زمانی که سر ازی کلیک کنیم سعی کنیم این مکمل برادرای محترم یوزرها را و هر آبجکت که ما شما در ایج جور میکنیم کلش به اساس آدرس برای شما چی میکنن نشان میده. اینی را برادرای محترم استرکچر دومین میگه، مثلا بلتن در بلتن اینی گروه، مثلا ما میایم سر چیز خود ویوهایی که ما جور کنیم، یک ویو ما جور کنیم به نام آیتی، در داخل آیتی ما و شما یک یوزر را به نام چی جور کنیم؟ cn is equal to anil اینی نام نقش بندی. ببینین برادرهای محترم، یعنی موضوع در اینجا ای است که Active Directory به امی اساس برادرهای محترم چی میکنن؟ یوزرها را و امی به اینی استرکچر، ای را استرکچر البته چی میگه؟ کود هم میگن که به اساس کود صحیح است نیش که ای را پیش خود چی میکنه؟ امی دومین نیمینگ ماستر به ای اساس پیش خود ثبت میکنه و زمانی که توی اگر یک یوزر ایجاد آن میکنی ای یوزر به اینی رقم به ای ساختمان ایجاد میشه. cn is equal to anil داد نقش بندی در داخل oyu is equal to it به ای اساس ای یک استرکچر است، یک ساختمان است. صحیح است نیش حالا جل جل اسکیما ماستر هم براتون واز میکنیم. سعی کنین شما بیاین دارن MMC نشته کنیم CN یعنی یوزر نیم هستی، امی CN نام یوزر است که نامش صحیح است نه نه در MMC که بیاین برادر محترم در فایل add و remove snap in در ایجا بیاین بنام اسکیما ماستر. اسکیما ماستر ما شما چیز نداریم، این حالا بخاطر آوردن اسکیما ماستر فعلا نبود نه؟ ما شما گفتیم چی میکنیم برادرای محترم؟ اینی کماند در کجا نشته میکنیم؟ RG register SVR به معنای service 32 صحیح است نه؟ که اینا کلشان در 32 کار میکنن در سیستم 32 و ایام schmmgmt.dll ما شما اینی را در کجا نشته میکنیم برادرای محترم؟ درن نشته میکنیم و بعدا برادرای محترم انتر میکنیم، میبینیم که
اسکیما ماستر برای ما فاین میشه، یعنی فعلا پنهان است، نه صحیح است، نه انشاءالا. پس من برادرای محترم در دومین درن CMD صحیح است نه انشاءالا، CD backslash صحیح است نه انشاءالا. و در اینجا چی نشتم بکنیم برادرای محترم؟ کنترول V نخواد کار کنه، کت ماوس کار میکنه. REGSVR32SCHMM اینی کودک شما درن هم نشته کنین، امی منجمنت اسکیما را براتان باز میکنه، انتر میکنین. با مجرد که انتر کنین برادرهای محترم میگه سکسید موفقانه چی شد؟ ثبت شد. این حالا برادرهای محترم از صفحهش میبراییم، یک رفرش میکنیم دم یک کلک. این حالا بیاین درن MMC انتر کنین، در فایل اوپن ببخشین سنپین، در فایل اد و ریموف سنپین. این حالا بنام اسکیما ما و شما اینجا یک چیز آمده پیشتر نبود نه. این حالی را اوکی کنین، اد کنین برادرهای محترم، فایل اد و ریموف سنپین اسکیما را اد میکنیم برادرهای محترم. با مجرد که اد کنیم بعدا اوکی میکنیم. با مجرد که اوکی کنیم اینی برادرهای محترم اسکیما ماستر داخلش است که برادرهای محترم با کدام استرکچر که یوزرها چی میشه ثبت میشه. و هر یوزر، همون یوزر را که ما شما همونجا بنام انیل گفتیم نه صحیح است نه، این حال برادرهای محترم یوزرها به ای اساس در ای جام ثبت میشه. اینا از تمام آبجکت های یوزر، گروپ، اویو، خود آپریشن ماسترها، همی کلش را دربر میگیره صحیح است نه انشاءالله. بعد از نماز سر از اینا باز ما و شما چی میکنیم کار میکنیم. یعنی یکی از مثالاش کانتکت است که فرض مثال ما و شما داریم، خود این که با چی رقم میشه صحیح است نه انشاءالله. خب برادرای محترم بعد از نماز ما و شما میایم. خب برادرای محترم با سرور ما و شما وصل میشیم و متوقی موضوع را ادامه میدیم. سعی کنیم برادرای محترم ما و شما اینی استرکچر اسکیما ماستر است و بخش سعی کنین ما در اینجا چیزی که شما برش زیادتر آشنایی داشته باشین اما آپشنش رو باز کنیم. یوزر ها کجاست؟ یوزر نه خب ما این یوزر، یوزر ها که برادرهای محترم مثلا ما و شما در بخش یوزر ها اینی مثلا میل است، امپلای آیدیز فرض مثال، بیاین که اول اوریجنالش نشان بتان بتیم. میم در ادمنستریتیف تولز اکتیف دایرکتری یوزر این کمپیوترز، در اکتیف دایرکتری یوزر این کمپیوتر اوریجنالش اگه به حساب همون ساختمان موجودش نشان میده. شما زمانی که بین مثلا سر یک یوزر که مثلا شما انتخاب میکنین و فرض مثال اینجا ما یوزر نداریم، مثلا گیست انتخاب میکنین، در پراپرتیزش که میم اینجا برادرهای محترم ما و شما اینی باکس ها را صحیح است نه، اینی فرست نیم، لاست نیم، فرض مثال دیسپلی نیم، اینی مثلا آدرس، اکاونت، پروفایل، اینی تبا کلش برادرهای محترم استرکچر و ساختمانش در کجا برادرهای محترم تنظیم شده. یا مثلا یک یوزر که ما و شما داریم مثلا عبدالله سرش راست کلیک مثلا پراپرتیز ما و شما میم امی اکاونت و انفارمیشن های ازی و از استرکچر ازی، یا مثلا از فرض مثال گروپ باشه یا از کامپیوتر باشه، یعنی هر آبجکتی که باشه ما و شما میتونیم که از اینجا چی کنیم اونا را ببینیم. یعنی اسکیما ماستر در حقیقت از تمام استرکچرها، یا فرض مثال ما و شما در بخش بلتن میم اینجا مثلا ما و شما بکاپ آپریتر داریم در پراپرتیز از این میم فرض مثال اینی باکس ها که بسیاری از اینا باز در اساس فانکشن لیول ها را که مثلا ما و شما تغییر میتیم یا فرض مثال دیگه میکنیم، با تغییر دادن از اونا باز برادرای محترم چی میشه؟ با تغییر دادن فانکشن لیول ها بسیاری از آپشن هایی که فرض مثال هاید یا پنهان میباشه ما و شما میتونیم چی کنیم؟ فرض مثال اونا را باز کنیم و با حساب چی کنیم میشه؟ استفاده کرده بتانیم صحیح است نه انشاءالله. مثلا در بخش اکاونت ما و شما
صحیح است انشاءالله. یعنی کلش از اکاونت از اکاونت فرض مثال پالیسی هایی که در اکاونت داریم این حساب اینا مختلف تمپلیت ها این چیزایی که تمپلیت داریم بخش ستینگ هاست این خود اسکیما اتریبیوت هست و بخش کامپیوتر است صحیح است انشاءالله. یعنی مکمل کل از اینا در اینجا چی است عد شدگی است صحیح است انشاءالله. و در خود SDI که برادرای محترم ای هم یک ستپ ای که از باز استرکچر یوزر بر ما شما چی میکنه در اینجا نشان میتن صحیح است انشاءالله. و آبجکت از اینجا ما شما مثلا کرییت کرده برش میتونیم فرض مثال یا فعلا خود عبدالله است مثلا داخل ازی مثلا در اینجا راست کلک نیو آبجکت ما برش میخواییم این حالیجا از ما پرسان میکنه برادر محترم چی میخوایی مثلا ما میخواییم که یک آبجکت جدید اکاونت ایجاد کنم این حال ویلیو میگه نام برش میتیم مثلا نام ما برش میتیم فرض مثال آصف صحیح است نیشالله نیکس میکنیم با مجرد نیکس کنیم فنش میکنیم اتومات سین به نام آصف باید جور شد صحیح است نیشالله یک رفرش میکنیم کدام چی را انتخاب کنیم باشم او در داخل مارکتینگ باشم به نام سی ناصف اکاونت ایجاد شد یا مثلا میم سر مارکتینگ نیو آبجکت در اینجا این بار فرض مثال چی را میگیریم یوزر با مجرد که یوزر را بگیریم میگیم فرض مثال لالا نیکس میکنیم برادرای محترم باگ میریم در اینجا کامن نیم لالا و در اینجا سم از اکاونت نیم حساب اکاونت اتریبیوت شما مثلا ما شما چی میدیم این هم ما شما چی میگیم لالا نیکس میکنیم بعد فنش میکنیم با مجرد که فنش کنیم لالا میگیم خوی را ما شما در درس های آینده بخیر به شکل عملا از طریق دیس کیوری دیس فرض مثال اد دیس ریموف و همسال از این بعضی موضوعات دیگه است که ما با از طریق CMD اینا منیجمنت باز ما شما در درس های آینده کار میکنیم خب یک موضوعی بود که با پریزنتیشن تعلق میگرفت ما شما موضوع را خواندیم و کار کردیم این یکی از موضوعات راجع به ردماستر است در ردماستر سی سوال باشن نه سوال میگیم به طرف PDC Emulator میگه if the domain contains computer operating with Windows Server 2003 client software or if it contains Windows NT backup domain controller یا BDC the domain controller assigned the PDC Emulator role as a acts as a Windows NT PDC سعی کنید PDC از نامش معلوم است Primary Domain Controller Emulator کسی که برادرهای محترم emulate میکنه یا فانکشن میکنه از PDC primary domain controller میگه if the domain contains computers operating system without windows server 2003 client software or if it contains windows NT backup domain controller the domain controller assigned a PDC emulator as acts windows NT PDC کسی که برادرای محترم یعنی PDC emulator می باشه او در حقیقت یعنی مشتمل از تمام صلاحیت هایی که یک primary domain controller می داشته باشه از قبیل بعضی فیچرهایی که در امو ویندوز نظر به آپریتینگ سیستمی که انستال کرده 2003 2008 است یا ایجا خال 2003 گفتم ما 2008 گفتم میتونیم مطابق امو چی میشه تنظیم میشه میگه پروسس پاسورد چینجز فرام کلاینتس اند ریپلیکیتس اپدیتس تو د PDC بلموم یکی از وظایف اساسی که مثلا تغییراتی که در پاسورد مثلا فرض مثال یک یوزر پاسورد چینج میکنه تا زمانی که PDC ایمیلیتر او را ایمیلیت نکنه و او را فرض مثال تیلیکاز برای دیگران نکنه دیگران نمیفهمه که پاسورد فلانی چینج شده یاد دیگه PC که مثلا سعی کنیم یک مثال میتونم 2000 کامپیوتر دارم ما آمدم برادر محترم در کامپیوتر احمد یوزر دارم احمد 2000 کامپیوتر لاگان میشه پاسورد چه آمدم در سرور چی کردم برادر محترم در PDC سیمولیتر چینج کردم PDC سیمولیتر میفهم دیگه دومینم کتزی ارتباط داره اما تا هنوز انفورمیشن بر دیگرها اپدیت نشده تا زمانی که نمی انفورمیشن بر دیگرها اپدیت نشه شما زمانی که از احمد برین لاگان شین به اون پاسورد سابقه قرجی پاسورد شما چینج کردیم لاگان میشه تا زمانی که چی میشه ایمیلیت میشه با مجرد که PDC ایمیلیتر این انفورمیشن رو میگیره و به دیگرها
تلیکاست میکنش با انجام دادن امی اینمی انفورمیشنات امی 2000 پیسی چی میشه تلیکاست میشه اونجا تلیکاست شد یوزر در هر جایی که باز لاگان میشه باید به او پاسورد سابقه نه به پاسورد جدید چی شه و لاگان شه یعنی اینطور پرفارمنس ها را ای پی دی سیمولیتر انجام میده میگه ایون افتر آر سیستم آر اپگریدد تو ویندوز سرور 2003 یا 2008 دا ویندوز سرور 2003 اور 2008 دومین اپریتینگ سیستم ات دا ویندوز سرور 3 فانکشن لیول دا پی دی سیمولیتر ریسیوز provincial replication of password changes performed by other domain controller in a domain. If a password was recently changed, that changes takes time to replicate to every domain controller in the domain. If a logon authentication fails at another domain controller due a bad password, that domain controller forwards the authentication request to the PD simulator before rejecting the logon. امی موضوعی را که من بیال قصه کردم میره دیجه بر شما گفتم. یعنی در حقیقت کار پیریسی امیلیتور زیادتری تعلق به فانکشن لیوالا میگیره و فانکشن لیوالا باید مطابق فرض مثال چیزی که شما تعیین میکنید بین کل دومینا تعیین شوه تا ای که پیریسی امیلیتور با او کسای امیلیت میکنه کنو زیر یک فانکشن لیوال باشه اگر در ایجا یک دومین فانکشن لیوالش 2003 از دیگهش 2008 است پیریسی امیلیتور انفارمیشن به او دومین امیلیت کرده نمیتونه در پولی ازی که امیلیت نمیکنه دیگه کارون نیست صورت نمیگیره و کار از این در حقیقت از اینمی اپگرید نمودن امیتر معلومات است که در دومین صورت میگیرد. انفراستراکچر ماستر رول میگه در دومین انفراستراکچر از نام شما معلومه زیربنا است. صحیح است نه انشاءالله دم روی تگیرد. انفراستراکچر زیربناها از نامش بارم زیربنا یعنی زیربنا یا فرض مثال تهداب آفرین که بلوموم تنظیم میشه مگه دومین کنترلر اساین دا انفراستراکچر ماستر رول از ریسپانسیبل فار اپدیتینگ دا گروپ تو یوزر رفرنسز وینیور دا ممبرز اف گروپ آر رینیمد اور چینج خوب متوجه باشه مگه دا یوزر دا گروپس اور یوزر The domain controller assigned infrastructure master role responsible for updating the group to user references whenever a member of groups are renamed or changed. یکی از وظایف اساسی که تعلق به انفراستراکچر یا زیربناها یا تعداد میگیره تعداد گذاری نیست که یوزرها و گروپ ها زمانی که ما ایجاد میکنیم جور میکنیم و زمانی که تغییراتی که در این گروپ ها ایجاد میشه از قبیل فرض مثال چینجز که شما در گروپ میایین نیم شهری نیم میکنین یا رسد میکنین یا دیگه میکنین اپدیت نمودن ای با دوش انفراستراکچر ها می باشه میگه when you rename or remove a member of a group and the member resides in a different domain from group میگه متوجه باشه میگه when you rename or move a member of a group یک در گروپ ما یوزر انداختیم به نام عمر اختری ما زمانی که را ریموو میکنم یا موو میکنم از این گروپ در گروپ دیگه and the member resides in a different domain from a group یا فرض مثال در دیگه دومین یا در دیگه انتخاب the group might temporarily appear not to contain that member the infrastructure master distributes the update via multi master application خلاصه هم یه حرکتی که در دومین انجام میدیم ای باید اپدیت شه اپدیت مطلب از اینکه به دیگران پخش شه تا زمانی که پخش نشه مثلا خوب متوجه باشی اگر انفراستراکچر ماستر رول نباشه ما براتون چی میگم یک مثال بسیار عادی ما عمر اختری در گروپ پاور یوزر انداختیم در گروپ پاور یوزر انداختیمش فعلاً پاور یوزر است و پاور یوزر فرض مثال سه صلاحیت انجام داده نمیتونه دیگه هر کار میکنه سه صلاحیت چی است فرض مثال از قبیل بکاپ آپریشن کردن نمیتونه نتورک آپریشن کردن نمیتونه و بعضی از پالیسی ها رو ایمپلمنت کردن نمیتونه ما بر 5 دقیقه ضرورت لازم میشه که ما باید عمر اختری رو در گروپ چی پرتم ادمین پرتم زمانی که در گروپ ادمین انداختین عمر اختری فول اتوریتی پیدا میکنه تا زمانی که انفراستراکچر ماستر رول اینمی انفورمیشن اپدیت نکنه که عمر اختری در گروپ ادمین افتید و دیگرا یوزر عمر هنوزان پاور یوزر است اگر امیر برعکسون فکر کنیم اگر عمر اختری در گروپ ادمین است صحیح است نه انشاءالله ما بخاطر یک ما میخواییم که عمر اختری را بکشم بسیار فرض مثال مشکلات در سرور ما ایجاد ما میخواییم که را یوزر بسازم که می صلاحیت ها کلش از دست از این چی شوه خلاص شوه و هرچی عاجلتر میخواییم یک اقدام شوه
ما مجرد که ما عمر اختری در گروپ یوزر مندازم یوزر شد تا زمان انفراستراکچر اینم انفورمیشن اپدیت نکنه عمر انوز آمد مینست انوز آمون کار خواهد انجام میده. یعنی کار انفراستراکچر ها بیشار مهم از داره ایتونه که از قبیل اپدیت نمودن هر نوع تغییراتی که در آبجکت ها بخصوص یوزر و گروپ از قبیل ریسید و ریموو در گروپ مودیفای کردن و ریموو کردن و انتقال دادن ای را باوده که ای هم میتونه یک صلاحیت باشه. اینی کار چایل دومین داره. زمانی که ما یک چایل دومین و چایل دومین میسازه یگانه صلاحیتی که برای چایل دومین شما میتونید داده انفراستراکچر ماستر رول برش انتقال داده میتونه. چرا کار از اون ایجاد یوزر هاست گروپ هاست و چینجز هست و بعضی تغییرات آورده هست. سوال باشه میدنم. خدا یک یوزر رو سر یوزر پولیسی رو تطبیق کردی یا در گروپ؟ سر یوزر تطبیق کردی. انداختی شده چی؟ از یک ویو کشیدی در دیگه ویو خود تو پولیسی رو سر ویو تطبیق کردی سر یوزر نکردی بیا در یوزر باشه قیده ویو چرا انداختیش که باز در یوزر باشه؟ مثلا شما ویو گرفتیم این یوزر رو جو کنیم در اگر ویو انداختیمش نیست این پولیسی در ویو که مفته از پولیسی خودش می باشه خواست های که این حال تعلق به پولیسی میگیره که تو چی یک نوع پولیسی داری تو پولیسی لوکل سر یوزر تطبیق کدی یا نه تو گروپ پولیسی تطبیق کدی یا نه تو فرض مثال پابلک پولیسی تطبیق کدی یا نه تو کرورس پالیسی تطبیق کردی؟ پالیسی تو چی هست؟ اکام پالیسی تطبیق کردی؟ اردیت پالیسی تطبیق کردی؟ یا فرض مثال گروپ پالیسی؟ این حالا اگر پالیسی تو پالیسی گروپ باشه یا فرض مثال بعضی پالیسی های دیگه که فرض مثال مثل گروپ پالیسی می باشه اگر سر یوزر تطبیق کرده باشی باز او یوزر که در مو گروپ یا در مو یوی کنداختی فقط در مو چه سرش تطبیق میشه. از اونجا که کشیدش باز دیگه او پالیسی سرش تطبیق نمیشه. اما اگر پالیسی اکاونت تطبیق کرده باشی، اگر پاسورد پالیسی پاسورد تطبیق کرده باشی، اگر پالیسی فرض مثال ادیت پالیسی رو تطبیق کرده باشی، باز او مستقیما سر یوزر تطبیق میشه و از او یوزر در هر جایی که پرتی اونم پالیسی ها کدش هست بالاش تطبیق شده میره. خب بهتر گفتم میتونم که هم پالیسی خود یوزر سرش تطبیق میشه اما اگر دمو گروپ مندازیم اون پالیسی او خوب بیازه تطبیق میشه آفرین او پالیسی خوب بیازه تطبیق میشه که یوزر در جایی که پرتی اگه او خودش پالیسی داشته باشه سر روز تطبیق میشه. اما اینی پالیسی هایی را که شما براتون نام گرفتم اکاونت پالیسی داریم ما پاسورد پالیسی داریم اردیت پالیسی داریم و خود لوکال پالیسی ها سر مستقیم یوزر داریم اگر اینی پالیسی ها تطبیق شوه این سر یوزر تطبیق میشه و یوزر در هر جایی که برم پالیسی با وجود که اگر در اویو پارتی که پای اویو خودش پالیسی داشته باشه پالیسی هم کدش انتقال میفه او هم سرش تطبیق میشه پالیسی نه هم سرش تطبیق میشه دبل پالیسی میشه. فهمیدی موضوع را؟ خب برادران محترم میایم به طرف عملی درس امروزه که درس امروزه را ما و شما عملا میریم کار میکنیم. به داخل اکتیو دایرکتری ما و شما میریم به داخل سرور MCITP در دیاگنوستیک سنتر کلیک میکنیم. خب برادر عزیز چطور میتونیم که ما و شما امی آپریشن ماسترها را پیدا کنیم؟ چند طریق داره برادرای محترم؟ چند طریق داره که ما و شما میتونیم آپریشن ماسترها را برادرای محترم چی کنیم؟ انتقال بتیم، تطبیق کنیم و بالای دیگران این را امپلیمنت کنیم. طریقه اول شما میتونین آزادانه با ادمنستریتیف تولز بین با اکتیو دایرکتری یوزر این کامپیوترز. با اکتیو دایرکتری یوزرز این کامپیوترز که آمدین برادرای محترم شما در اینجا میایین به دومینتان دومین انتخاب میکنین راست کلیک آپریشن ماستر در اینجا یک آپشن داره صحیح است نه انشاءالا یا اکتیو دایرکتری یوزر در اینجا نداره در اینجا میایین آپریشن ماستر انتخاب میکنین به مجرد که آپریشن ماستر انتخاب کنین در اینجا چی میشه اما فراموش نکنین که به هر کسی که تو میخوایی ایره انتقال بتی
به او باید کنکت باشی، به او باید وصل باشی، او زیر فورست باید باشه و با او رپلیکیت کرده بتانی. تا او زیر یک فورست و با تو رپلیکیت نکنه، تو هیچ گانه میتونی صلاحیت برای چی کنی انتخاب. اولش از رد ماستر که براتون گفتم که در حقیقت کار ازی آیدی رو چی میکنه؟ برادکاست آیدی مشخص میکنه. میگه the operation master manages the allocation of red pools to another domain controllers. Only one server in the domain perform this role. سعی کنین موضوع را فراموش نکنین. Replicator ID میکارش ای است که ای به هر یک آبجکت شما یک ID مشخص میکنه و ای را با دیگه دومین هایی که دمی محیط است شیر میسازه و هر آبجکت تا از خود یک SID میداشته باشه و باید هم که داشته باشه. زمانی که میگه تو میخوای صلاحیت به کسی دیگه بسپاری، تو باید به او کنک شوی. این حال که من اینجا چینج کنم نمیشه، امکان نداره. چینج میگه برای کی میکنی؟ چینج چه وقت میشه؟ باید یک دومین موجود باشه و به او ای که می چطور میشه مهم باسرش. Only one server in a domain perform. در می محیط دومینت فقط یک دومین امی وظیفه را انجام میده. خب من برات گفتم نه، کابل بانگ اول، کابل بانگ دوم، کابل بانگ سوم که مثال دادم براتون. متوجه بودین یا نه؟ حالا فکر کو سایکو. متوجه باش. اینی کابل بانگ اول است. MCITP.edu's فکر کو که اینمی کابل بانگ اول است. دوم داریم، سوم داریم، کتش ارتباط داریم ما. صحیح است نه حالا؟ این حالا میگه دینامی کابل بانگ اولت بازدمی خود کابل بانگ اول با چند دانه، سه دانه دومین دیگه داری بجز دومین خودت. یکی خودت هستی، یک فکر کن مثلا دی سی وان هست، دی سی تو، دی سی تریس. فعلا کل صلاحیت ها پیش دی سی وان هست. این حالا تو میخوایی با یکی از دومین هایی که در کابل بانگ اول هست دی سی تو اینمی صلاحیت هم بسپاری. این حالا تو باید به دی سی تو امی دومین وصل شوی که با صلاحیت هم. صلاحیت ها رو برای زوا میتی کدام روز حسابت خراب شد پس میگیری ازشان، اما کنترولر تو هستی. نه نه نه، صلاحیت که انتقال دادی تو باز دیگه خلاص میشی. آفرین، تو از مسئولیتش خلاص میشی. سیز میکنی شه پس دوباره بیدار محترم سیزنگ میشه. صحیح هست نیشه؟ ها؟ او دیگه آپشن است که باز ما و شما سیزنگ میکنیم دوباره پس صلاحیت ما و شما برای خود چی میکنیم انتقال میدیم. آفرین. این همه تو ده کابل بانگ دو و سه داریم، ده اونمو هم هر سه دومین است، ده و دیگه شم سه دومین است، اونو ها بین خود بازتر نمیشه که کابل بانگ اول با دوم انتقال بده دوم با اول. نه بطور یک چیزی نمیشه، چرا که هر کدامش از خود یک پی دی سی امیلیتور دومین ها بین خودشان میشه، دومین هایی که از خودشان است. در یک دومین سه چهار سرور دیگه از کجا باز میکنیم؟ باز میم تغییر چیزش کار میکنیم دیگه. دومین انترست که بین شما اکتیو دایرک دومین انترست، سر اکتیو دایرک دومین انترست که انتخاب کنین اینجا دومین انترست. این اینجا هم برادرهای محترم بنا و آپریشن ماستر، از اینجا هم شما کلک کنین برادرهای محترم. اینجا باز تنها چی است برادرهای محترم فراموش نکنین که اینجا دومین نیمینگ است، دومین نیمینگ آپریشن ماستر. سعی باشه این یک دقیقه اوجه خود کدامش بود؟ ایجه خود سه تا بود نه؟ رد بود، پی دی سی، امیلیتور، انفلاستر. آیا چی بود؟ دومین نیمینگ بود؟ اسکیما بود؟ نبود. نه، باز دومین نیمینگ اسکیما از کجا میه؟ از اینجا در آپریشن ماستر بین. ای برادرهای محترم میگه در دومین نیمینگ آپریشن ماستر انشور در دومین نیمز are unique only on only one active directory domain controller and enterprise. The اینجا دیگه اینی دیگه باز با کل اگه یک چیز است، هم با کابل بانگ اول، هم با کابل بانگ دوم، هم با کابل بانگ سیوم دومین نیمینگ ماستر رولشان باید یک دومین باشه. اگه اید انتخاب کهی با کلش چرا یکی باشه؟ تا یکی کابل بانگ اول دو سه اگر بین هم یوزرهایشان، کمپیوترهایشان، گروپهایشان، آبجکتهایشان با هم بخواه ارتباط بگیره، ارتباط بگیره. اگر همیجه دومین نیمینگ یکی نباشه هر کدام جدا باشه، باز دیگه هر کس زور میگه، میگه من نمیخوایم که تو ارتباط بگیره. این حالی جا که دومین نیمینگ ماستر یکی شد، چون سه بنا یکی میشه، یک مرکزیت میشه، باز میتونه ما با آسانی بین هر سه دومین ها یک روابط خوب به ایجاد. حالا به نظر شما عزیزی بانک کابل بانک با
بانکاک هستن، یا به نظر شما دیگه کل از یا یک دانه دومین داره؟ نه، از ده دوازده دومین. بانک الفرا چند دومین داره؟ اون خودت هستی. از دو دوازده دومین شاید پنج شش دومین داشته باشه، مثلا تا ده دوازده دومین میدانه. زیر سپریت دومین نیمون بوده میتانه و زیر برای مثال یک نیمون بوده میتانه. و یا ای که شما MCITP داد ایو رو هم انتخاب کنین، نه عزیزی فقط فانکشن لیول ها رو تغییر میتیم و خلاص. چی نه؟ زمانی که ما و شما مکمل برادر محترم ایجا ما و شما چی میکنیم؟ خود آپریشن ماستر لور ازم، آپریشن ماستر لور و اسکیما اینا زیر یک منیجمنت میه. صحیح است نه انشاءالله؟ ما و شما ایر زمانی که انتقال دادیم خب گفتیم ده یک انترپرایز یکیش بوده میه. اطور نمیتونه بوده که یک ما ایر انتقال دادم به یک دومین، دومین نمیگه انتقال دادم اسکیما نمیشه. نه، اسکیما هم به روز انتقال میه. چرا؟ اسکیما و دومین نیم هر دویش یک صلاحیت است که به یک دومین در کل انترپرایز داده میشه. صحیح است نه انشاءالله؟ از اون لحاظ با انتقال دادن از این کل امی صلاحیت هر دویش بر از اون چی میشه؟ انتقال میفته. و در پالوی از اون برادرهای محترم زمانی که شما ما و شما به نام سایت این سرویس هم یک چیز داریم. باز نکدیش؟ در سایت این سرویسز ایجا یک رول داریم ما باید تورند ایره کار برتان نشان دادیم اما کارم شاید کده باشیم که رول ما گلوبال کتالاک سرور است که او را باید ما و شما چی کنیم مشخص کنیم او را باید ما و شما چی کنیم مشخص بسازیم زمانی که مثلا ما و شما میایم سر خود NTDS سیتنگ هر کامپیوتر انتخاب کنیم در پراپرتیزش که بیاییم ایجا باز آپشن داریم گلوبال کتالاک سرور ایام در یک دومین یک گلوبال باشه در کابل بانگ یک هم یک گلوبال کتالاگ باشه، در کابل بانگ دو هم یک گلوبال کتالاگ، در کابل بانگ سه هم. اطور نمیشه که فرض مثال شما در محیط تان یک چی داشته باشه. صحیح است نه انشاءالله؟ و عزیز شما باید که همی ستنگ تان انتخاب کنید. صحیح است انشاءالله؟ و بمی اساس اینال میم سرازی رارت کلک انتخاب میکنیم و قبل از او که انتقال بتین ای به ای کمپیوتر بیاز انتقال یافته ما میخواییم که ایره انتقال بتون به یک ادیشنل دومین ما میجی یک ادیشنل دومین داشتیم یا مثلا به یک دومین دیگه ما باید بیایم اول در ایجا رارت کلک بگویم چی کنیکت تو دومین کنترولر چینج دومین یا چینج دومین کنترولر چینج دومین کنترولر که آمده اینجا میگن چی دس دومین کنترلر یه باید مشخص میبینه حالا اگه دومین دیگه پیش ما و شما می بود او را ما چی میکردیم انتخاب میکنیم اینی جا کاردشنال اول می بود والا اوکی میکنیم میشه با مجرد که اوکی کنیم اتومات بیادر محترم همو دومین می اینا رو دومین که آمد با سرش راست کلیک میکنین آپریشن ماستر باز من ایرام چینج کلیک ایرام من چینج کلیک و ایرام چینج کلیک یس میکنیم مثلا اگر سه انتقال اگه یک انتقال دادی فقط دم یکش می چینج میکنی بس باز دادگاه وصل میشی در او هم میری چینج میکنی تو باز دادگاه وصل میشی در او هم میری چینج صحیح سنچانا با این اساس شما میتونین که برادرهای محترم چی کنین انتقال بتین صلاحیت ها را بر دومین باید وصل شد یا در ایجام انتخاب میتونین چینج دومین یا چینج دومین کنترولر هر قدر دومین کنترولر که باشه در ایجا برد نشان میده اینجا ادیشنال تان انتخاب میکنین اوکی و مجرد که اوکی کردی باز می سر نامش کلیک میکنی راست کلیک آپریشن ماستر آپریشن ماستر را که انتخاب کردی یک صلاحیت چینج کو دو صلاحیت سه صلاحیت هر کدامش که میخواستی امور جدا جدا و تو میتونی که برادر محترم رد ماستر را کده انفراستراکچر در یک کمپیوتر انتقال بده پی دی سی را در دیگر کمپیوتر انتقال و خود عزیز فرض مثال اسکیما ماستر کده دومین نیمینگ است و همراه با گلوبال کاتالوگ صحیح است ان شاء الله از این را شما برادرهای محترم شما میتونین که محیطتان را چی کنین منیج بکنین و انتقال بدین سوال باشه برادرهای محترم طریق های چی؟ طریقی که گفتم یکی از اینجا میشه و یکی هم از اینجا و یک طریق
نه او آپشن ها نمیشه. باز شما میتونین که از طریق CMD هم انتقال بدین. از طریق CMD باز شما آپشن دارین به نام NTDS Util. در NTDS Util که رفتین باز برادران محترم از جای کنک میشه به سرور. میایین که میرون براتون کار کنیم. خویی را خواستیم که برای صبح اگر میخواستین باز. سیستمش براتون میگم باز شما چی کنین. اگر فردا کانالتی زیود براتون هم. در دقیقه اول کار میکنیم اما یک کار کنیم که یک ذره وقت به یک دانه فردا خود نمیشه دیگر روز شنبه که ما لکچر داشتیم اما ادیشنال هم یک تا جور که باز ما برش انتقال بود بنام NTDS Util انتخاب میکنیم برادرای محترم در اینجا که آمدیم میتونیم سوالی را بزنین کلش برادرای محترم برای شما کماندهایی که در اینجا استفاده میشه کلش براتان میگه و شما میتونین که از این چی کنین استفاده کنین و به حساب چی کنین و ما و شما از کماند چی استفاده میکنیم کنکشن صحیح هست نه اینجا باشین که جا رولز ببخشین R-O-L-S رولز این حالا بعد از کنکشن میگین انتر میکنین بعد از سرور کنکشن ها نامش هم میتین مثلا سرور ما هست MCITP سرور اول امیز خودش هست نی؟ با مجرد که اول کمپلیت نشتم MCITP تو باش آفرین اگر نام تنهایشان بتی خب باید بگیره که نگره خیر باز کمپلیت نمیده مشکل نیست MCITP سرور اول MCITP سرور اول .mcitp.edu این انتر میکنیم وصل شدیم نه انوالید میگه سنت اکس میبینیم که دیگه سپورتینگ چی داره انفو کوایت کنیک تو دومین بابا کنیک تو دومین صحیح هست نه انشاءالله کنیک تو دومین صحیح هست نه انشاءالله MCITP سرور اول صحیح هست نیش حالا connect to domain یا connect to server این دومش چی هست؟ connect to server MCITP server اول این بعد از چی میشه؟ وصل میشه و بعدا با شما چی میکنین؟ با مجرد که وصل شد با شما چی میکنین؟ quiet میکنین با مجرد که quiet کردین دیگه چیزی نمیکنین connect شد باز quiet یعنی وصل هستم دیگه بعدا که quiet کردین این حالا با چی میکنین؟ برادر عزیز ترانسفر میکنین ترانسفر کوچی را برما نشته میکنین ترانسفر فرض مثال چی را هر رول را که باز میخواین اون انتخاب میکنین فرض مثال دومین نیمینگ یا اسکیما ماستر یا هر رول که بود باز بعدا انتقال میتین با مجرد که انتقال کنین برتون میگه سکسفولی این خب بعضی بیاز پیش از پیش انتقال شده نیاز نیست که انتقال کنین اما دومین دیگه که باشه صحیح ان شاء الله پس اگزیت میشیم اگزیت اینه میروی دیگه ایشه سیزینگ هم باز از امیجا میشه که شما اگر خواسته باشه پس سیز کنیم میخوانه میشه در درس های بعدی فعلا وقت صنف ما پورا شد اما ترس نه درس امروزی ما و شما در همین جا به پایان میرسه تا درس های بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم شاد و موفق کامیاب باشین و من الله توفیق